همکیشان عزیز، اعضای محترم کلیسای نسخ، شالوم. در جلسه پیش راجع به سه اثر بزرگ رمبام، هارمبام، رب موش بن میمون صحبت شد و کتاب میشنه تورای او که مجمع القوانینی است که شامل تمام قوانین تورا می شود مورد پذیرش بسیاری از جوامع یهودی در دنیا قرار گرفت، ولی عده ای از دانشمندان و علما بودند که بر او خرده گرفتند و گفتند چرا هارمبام فقط قانون صریح رو نوشته و نگفته از کجا، مخصوصا از منابع اولیه، از تلمود و گاونیم و تا به حال هرچی که یاد گرفتیم از میشنا و بعد، اینها را تذکر نداده. و این کار بزرگ رو دانشمند دیگری، ربنو یعقوب بن آشر، پسر راش، پسر ربنو آشر بن یخیر که قبلا راجع به او صحبت کردم، این کار را انجام میده. این فرد ربنو یعقوب بن آشر در شهر کلون در آلمان در سال 1269 به دنیا میاد. او فرزند سوم ربنو آشره. پدر مرد فاضلی است، یشیوا در اونجا داره. فرزند ربنو یعقوب در اونجا تحصیل میکنه و همینطور نزد برادر بزرگش که او هم دانشمند بوده، ربنو آشر راش، ربنو آشر همون که راش خدمتون، فرزندان زیادی داشته و یکی از اونها یخیل، اون هم دانشمند بوده و این فرزند سوم از این فرزند اول تورا یاد میگرفته. و این شخص و پدر و مادرش به خاطر فشارها، تعقیبهایی که متاسفانه در کشور آلمان در اون موقع هم وجود داشت، مجبور به فرار میشن، میرن اسپانیا و در شهر بارسلون در اونجا چند مدتی میمانند. و ربنو یعقوب مردی بوده گوشگیر، با وجود تمام علمی که داشته حاضر نبوده هیچ گونه سمتی به عنوان رب یا رهبر مذهبی قبول بکنه و به همین دلیل موقعیت اقتصادی او، وضع او بسیار بسیار بد بوده، به طوری که نامه‌ای به پدر ربنو آشر بن یخیل می‌نویسه و میگوید پدر، آیا من وضع اقتصادیم طوری است که همونطور که در تلمود نوشته شده آدم روز شبات رو بایستی مثل روز هفته بگیره و دستش رو دراز نکنه که دیگران بهش کمک بکنن؟ البته میدونیم روز شبات، ما همه میدانیم که خرج روز شبات زیادتر از روزهای هفته است، به خاطر احترام شبات، شمع هست، خوراک ویژه هست، همه این حرفا تا این حد. ولی با وجود اینکه اون آلمان رو ترک کرده بود، همیشه نگران کسانی بود که در آنجا مونده بودن، خانواده های بزرگتر، فامیلشون که اونجا بودن. یکی از راوهایی که در آلمان هست، از او در کلون بود، از در شهری که زاده شده بود، از او سوال میکنه ما چیکار بکنیم، آیا اینجا رو ترک بکنیم یا نه، ببینید چی مینویسه براش. میگه که اگر میخواهید به این مملکت، یعنی به اسپانیا بیایید، برایتان آرامش و نیکی از خداوند درخواست دارم. البته میدانید که قدغن است انسان به مکانی برود که در آن خطر جانی وجود دارد، چه رسد به مملکتی که در آن احکام ظالمانه علیه او وجود دارند و همیشه جانش در خطر است. و اگر فردی از نزدیکان ما آنجا هستند، به این مملکت خوش آمدند، یعنی تشویق میکنه که بیان، زیرا هر فرد که خود را نجات بدهد همانند آن است
مثیل نفش به اسرائیل جان یک یهودی را نجات داده. ببینید این انسانی است که همیشه به فکر انسان مداره، در حقیقت به فکر دیگران هست با وجود تمام علمی که داره. بعد از وفات راش پدرش، یهودا پسر دیگر این بزرگوار رئیس یشیوا میشه و ربنو یعقوب از جوانی یک فکری در مخیله او بود و این فکر رو به مرور پخته میکنه و اون این بود که کتابی را بنویسد که تمام چیزهایی رو که هارمبام، یعنی منابعی رو که در مشنه تورا نیاورده، بتونه بیاره. یعنی از تلمود شروع بکنه، راجع به یک هلاخا، راجع به یک قانون که چطور رشد کرده، تفسیر شده تا به نتیجه رسیده. اون نتیجه گیری هم میکنه، البته بیشتر روی پدر خودش، روی راش، ربن آشه بن یخیل، که قبلا این کار کرده بود. یعنی سبک او را میاد برای خودش میگیره و این کتاب را میگه سفر هرازیم، یعنی کتاب رموز، اسرار، اشارات. جالب اینجاست او در سن 74 سالگی در سال 1343 از دار دنیا میره و در شهر تولدو که اونجا مکان زندگی پدرش بوده، یشیوای پدرش بوده و خودش هم اونجا بوده، دفن میشه. ما کجا اینا رو میدونیم که در اونجا دفن شده؟ یک مسافری در قرن 15 برای زیارت قبرستان تولدو میره و 76 اسم کسانی که به خاک سپرده شده بودن از روی سنگ قبرشون اونها رو یادداشت میکنه، البته راش، ربن یعقوب و تمام خانواده او رو. و این نوشتار از قرن 15 تا قرن 19 دست به دست میچرخه تا این به شهر تورینو در ایتالیا برسه. و شخص دیگری به نام المنسی این رو میشینه و کپی میکنه. کپی المنسی رو رب شموئل داوید لوساتو که یک شاعر و نویسنده بوده به دست میاره و هم مفسر توراست، اون رو در کتاب ابنزیکارون، یعنی سنگ های یاد بود، اون رو میاد و چاپ میکنه، به خاطر اینکه ما میدونیم چه سالی از دار دنیا رفته. اثر بزرگی که ربنو یعقوب بن آشر به جا میذاره، این اثر یک تحول بزرگی در نوشتن هلاخا بود و باعث میشه که نه تنها در نسل او و نسل بعد از او، تا به امروز ما با این اثر و با این اسم ها و با این اربتوریم، چهار ستونی که او تعیین کرده بود برای کلیت هلاخا و قوانین تورا، تا امروز با رفتار میکنیم. او برخلاف هارمبام میگوید ببین، بعد از خرابی به تمیقداش دوم ما دیگر به تمیقداش نداریم و بسیاری از قوانین تورا مربوط میشن به بیت المقدس و کوهنیمی که در آنجا خدمت میکردن. بنابراین اون رو از این مجبور قوانینی که بعداً میخواد بنویسه، این در بطوریم حذف میکنه. و جالب اینه چطور مینویسد. او مینویسد چون ایام زندگی ما در گالوت بسیار طولانی شده است و قدرت ما ضعیف گشته و قلب ما ناراحت و دستان ما سوز شده اند و چون عقاید بسیاری در مورد هر هلاخا، یعنی هر قانون وجود دارند، یعنی هر فقیهی که قبل از او بوده، و قانون سری و نتیجه یک قانون سری که نافذ باشه همه رفتار بکنن معلوم نشده، به همین دلیل که میگه من این مهم رو بر عهده گرفتم، راه حلی که همه عقاید
علمای قبل را درباره هر یک از هلاخه ها بیارم و نتیجه گیری بکنم و هلاخه های که باعثی رفتار بشه اینجا ارائه بدهم. کتاب سالها طول میکشه و بنابه سفارشی که من همیشه استادش پدر به او کرده بود میگه که از اینه برای یک نویسنده یک کتاب مذهبی منابع قبلی را حتما بایستی بیاره و این کاریست که میکنه. عامل اول که چرا این اربعتوریم رو، این چهار ستون رو، چهار بخش رو در این تمام قوانین ما رو به چهار بخش تقسیم میکنه، همینطور که خدمتتون عرض کردم، برای که قسمتی از بیت المقدس و قوانینی که راجع به کهانی بود وجود نداره. عامل دوم این بود که کتاب میشنه تورای رمبام در بسیاری از جوامع یهودی شده بود حرف آخر و همه میخواستن طبق قوانینی که در اونجا هست رفتار بکنن، برفتار میکردن. و ناگهان در شهر تولیدو که او و برادرش رب یهودا که رئیس یشیوا بود، مردم تصمیم میگیرن که اونها هم طبق هلاخای چی هرمبام رفتار بکنن و حتی به حاکمان هم رجوع میکنن که و این رو دو قبضه میکنن به قول معروف، که اونها هم تأیید بکنن که این کتاب قانون یهودیانه. ربنو یعقوب و برادرش به سختی با این عقیده مخالفت میکنن و میگویند شما اصلا هیچ کس حق نداره اگر آدمی است که میخواد رفتار مذهبی داشته باشه دو عقیده رو بیاره و طبق خواست خودش بر اساس یکی از این عقاید رفتار بکنه، درست نیست. و شروع میکنه ربنو یعقوب این کتاب ها رو هرچی زودتر تهیه کردن و اون رو میگه چهار بخش، چهار ستون، چهار تور، اربع توریم. تور اول رو اسمش رو میذاره اورها خاییم. اورها خاییم یعنی راه زندگی. مردم میشه به زندگی روزمره هر یهودی که از خواب بیدار میشه تا وقتی که میخوابه، از وقتی که به دنیا میاد تا وقتی از دنیا میره. و این شامل تفیره هاست، غذا هاست، نوشیدنی هاست، براخا هاست، قوانین نگهداری شبات، اعیاد، تعنید هاست، اول ماه، همه اینها در این قسمت جمع آوری میکنه. قسمت دوم رو میگوید اسمش یورد است در قوانین مجاز و غیر مجاز، یعنی قدغن، یعنی موتار و آسور. آموزش دانش در حقیقت اسم این کتاب بذاره. نخوردن خون، چگونه حیوانات پاک را بایستی ذبح کرد، نخوردن غذای گوشتی والبنی، قوانین پاکی و ناپاکی، آموزش تورا، احترام والدین و معلمین، قوانین مربوط به نخست زادگان، قوانین مربوط به سوگواری و دیگری و دیگران و غیره به قول معروف. قسمت سوم رو میگه ایون هایز، یعنی سنگر مدد و یاری. این راجع به چیه؟ راجع به قوانین ازدواجه. یعنی ازدواج در حقیقت زن و شوهر به هم مددن، کمکن در زندگی. ازدواج، کتوبا، طلاق، گت، قضاوت و شهادت در دادگاه، شهادت دادن، قوانین مربوط به خسارات و ضمانت. و کتاب چهارم در حقیقت خوشن میشپاد، این هم راجع به تمام قوانین که مربوط میشه. ابن هایزه را خدمتون گفتم، خوشن میشپاد این راجع به قوانین دیگری است که به این قوانین در قضاوت دادگاه هاست مورد قبول عامه جوامع یهودی در دنیا قرار میگیره. و یهودیان اسپانیایی
به زودی این کتاب نوشته میشه، رونوشته میشه، به همه جا پخش میشه، تا اینکه اولین بار در شهر ونیسیا فکر میکنم این کتاب چاپ میشه و همه گیر میشه در حقیقت. و تا زمانی که یهودیان در اسپانیا بودن 1493 فکر میکنم تا بیرونشون کردن، این کتاب کتاب هلاخای همه شهرهای یهودی نشین اسپانیا بوشه. و 200 سال بعد میبینیم در شهر صفات دانشمند اسپانیایی دیگری به نام رب یوسف کارو باعث میشه که این کتاب این اربع توریم تبدیل بشه به یک مجبور قوانینی که همه جوامع یهودی از آن استفاده میکنن. ربنو یعقوب کاری که میکنه بی نظیره. یعنی او تمام منابعی که علمای یهودی در دنیای شرق از بابل گرفته تا اسپانیا، در فرانسه، در اشکناز یا ریف مخصوصا، همه اینها رو جمع آوری میکنه، اون عقایدشون رو راجع به هر هلاخا میاره و خودش هم عقیده خودش هم گازی از بعدی از مواقع حتی خلاف عقیده پدرش قانون رو تعیین میکنه، خلاف عقیده هارمبام تعیین میکنه. و این کتاب کتاب بسیار مهم و ارزشمندی بوده که هارم رب یوسف کارو بعد از 200 سال که از این نوشترش این کتاب گذشته بود راجع به اون تفسیری می نویسد که بعدا راجع به اون صحبت خواهیم کرد. و می بینیم این تبدیل میشه به کتاب مجبور قوانینی که مورد قبول همه یهودیان دنیا است، البته با اضافاتی که از مینهگیم، یعنی تمام رسومی که در یهودیان اشکنازی در غرب مرسوم بوده است. ربنو یعقوب کتاب دیگری می نویسد به نام بهش معروف برن بعل توریم. بعل توریم که تو کتاب های خومش آورده شده در حقیقت گلچی نیست از آنچه که او آورده است. او تفاسیر ربی راشی، رمبان و بسیاری از علمای دیگر رو جمع آوری میکنه. این کتاب به نام کتاب ناخل هم معروف بود در ایران. پدر بزرگای ما همیشه روز شبات میرفتن پیش ربانیم خودشون، اولین چیزی که میخوندن، برای که در اونجا خیلی تفاسیر متفاوت بود، عقاید بود، هگادا بود، اون گسترده است. خیلی بعل توریم، این بعل توریمی که ما داریم خیلی خلاصه است و قصاره. در صورت میبینیم اون دارای نوشتارهای دیگری هم هست و یکی از بزرگترین علمایی است که ما در قرون وسطا داریم. تا جلسه آینده شبات شلام، امیدوارم شبات بسیار خوبی داشته باشید. فراموش نکنید که هفته آینده روز یکشنبه شب و شبات شب و یکشنبه شب دو روز شاووت یا متن توراست. شبات، یکشنبه و دوشنبه روزهای بسیار مقدسی هستند، مخصوصا در شاووت که زمانی است که خداوند تورا را به ملت اسرائیل اعطا فرموده. ما همگی بایستی به کلیسا بیاییم و مخصوصا در وقت قرائت تورا این 10 فرمان خوانده میشه. شب شبات شب، یعنی شب یک شنبه، بسیاری از یهودیان دنیا تا صبح بیدارند، مشغول مطالعه تورا هستند در کلیسای نسخ. ما سخنرانان بسیار ورزیده ای داریم از ساعت 11 شب تا صبح مثل هر سال. این شب احیای ما برگزار میشه، جوانها را بگین بیان و این به زبان انگلیسی خواهد بود تمام سخنرانی ها. و این شب رو به عنوان یک شب پر از تجربه معنوی و روحانی در کنار هم باشن. شبات شالوم.